21مین روز آذر ماه برابر با 12 دسامبر سال 1279 خورشیدی برابر با 1900 میلادی، ورود اولین اتومبیل به ایران در زمان مظفرالدین شاه قاجار. شاه قاجار در واقع دستور خرید یک جفت اتومبیل را از کمپانی رنوی فرانسه صادر کرده بود، اما در زمان حمل این اتومبیل ها از پاریس به وسیله راه آهن و کشتی به روسیه و سپس از روسیه و دریای مازندران به ایران، گویا یکی از آنها به علت نقص فنی و مشکلات حمل خراب می شود. بنابراین تنها یکی از دو اتومبیل به ایران می رسد که آن هم در هنگام ترور نافرجام محمد علی شاه که در دوشان تپه رخ داد با نارنجک منفجر می شود. بعد از مظفرالدین شاه، احمد شاه قاجار دومین شاه ایران بود که اتومبیلی خریداری کرد. ناصرالملک مدت‌ها در انگلستان و فرانسه زندگی کرده بود، هنگام انتصاب به مقام نیابت سلطنت برای احمد شاه خردسال یک دستگاه اتومبیل را به هزینه دولت ایران از اروپا خریداری کرد. این اتومبیل‌ها راهی تهران شدند و مورد استفاده دربار قرار می‌گرفتند. به غیر از دربار قاجار، سیاحان اروپایی نیز اولین اتومبیل‌ها را وارد ایران نمودند، لیکن بعدها در میان سیاستمداران و ملاکین بزرگ و تجار سرشناس، به خصوص تجار بوشهری همچون حاج امین التجار و معین التجار بوشهری و دیگر تجار یزدی، شیرازی و کرمانی، خرید اتومبیل باب شد و به نوعی نشانه اشرافیت به شمار می آمد. سال 1280 خورشیدی برابر با 1901 میلادی، مخابره اولین مکالمه توسط امواج رادیویی. برای اولین بار در تاریخ ارتباطات بشری از طریق امواج رادیویی و بدون استفاده از سیم رابط، یک جمله از منطقه‌ای در ایتالیا به نقطه دیگر مخابره شد و فصل تازه‌ای در ارتباطات آغاز گردید. مخابره کننده این جمله و مخترع دستگاهی که برای مخابره آن مورد استفاده قرار گرفت، گولیلمو مارکونی، فیزیکدان ایتالیایی بود که بعدها دستگاه رادیو را هم اختراع کرد. سال 1324 خورشیدی برابر با 1945 میلادی، تشکیل حکومت خودمختار فرقه دموکرات در آذربایجان. در گیرودار حضور نیروهای بیگانه در ایران در جریان جنگ جهانی دوم و در زمان نخست وزیری محسن صدر، معروف به صدرالاشراف، در نقاط مختلف کشور اختشاشاتی بروز کرد که قائله آذربایجان از مهمترین آنها بود. این قائله اینگونه آغاز شد که سید جعفر پیشوری، نماینده اول تبریز، پس از رد شدن اعتبارنامه‌اش در مجلس به آذربایجان رفت و بیانیه‌ای صادر کرد که در آن خودمختاری آذربایجان و زبان ترکی جزو اصول مسلم مرام وی در آذربایجان قید شده بود. وی سپس در تبریز فرقه دموکرات را تأسیس کرد و به ریاست آن برگزیده شد و در همان روز حزب توده آذربایجان الحاق خود را به فرقه دموکرات اعلام کرد و این دو با هم اعلان خودمختاری نمودند. سرانجام حزب دموکرات آذربایجان پس از یک سال درگیری با دولت و پس از شکست از قوای دولتی منحل گردید.